دوستان و سروران در خدمتون هستم برای فال روزانه‌تون. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوب باشه. دوستان عزیز، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تک تکتون هستم. ببینیم چه خبر است در فال ها دوستان، و من اولین کارتی که ازش استفاده میکنم مثل همیشه کارت های هیجانی شما، و این کارت حرف از لجبازی میزنه. تا دست گرفتم افتاد، یکیتون داره لجبازی میکنه روی موضوع. بذاریمش اینجا کنار و کارت بعدی رو با هم دیگه نگاه کنیم، ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگن. خب حرف از ترس میزنه دوستان. اینجا دیگران در ارتباط با شما میترسن، یا اینکه شما لجبازی های شما ممکن هستش یک سری از افراد بترسن. حالا ممکن هستش که عنکبوت رو حرف از ترس میزنه دوستان، ولی در حال تار عنکبوت، یعنی یه سری ها شاید آموخته شما شدن، از شما خوششون میاد و هم میترسن یه قدم به سمتتون بردارن بیان جلو، یا اینکه برگردن و برن. نه راه پس دارن و نه راه پیش دارن در ارتباط با شما. خب چرا مثل لولو خورخوره با یه افراد برخورد کنیم که از همون بترسن؟ تا نمیدونم، البته دارم سر به سرتون میذارم، هر چیزی میتونیم در این ترس بخوایم بذاریم. ترس یکی از هیجانات هستش. خب ببینیم کارت بعدی در ارتباط با کارت بعدی حرف از این مسئولیت پذیری شما دوستان در قبال زندگیتون، در قبال افراد دارم میبینم هستش. کارهایی که دارین میکنین، اقداماتی رو که دارین میکنین، دارم میبینم که اینجا با یک مسئولیت پذیری خاصی دارین انجام میدین. ممکن این ترس های شما از طرف شخصی باشه، خیلی جذاب، خیلی آدم مسئول، ولی کسی باشه هم که ببینید قلبش برای شما ممکن هست بتپه. حالا هر کسی ممکن هست باشه، هر عزیزی ممکن هست باشه. ببینیم در کارت بعدی که از دست کارت های سیمبولون استفاده میکنم براتون، ببینیم سیمبولون نازنین چه چیزی رو میده. پس لجبازی و ترس رو ما اینجا دیدیم، دیگران رو با لجبازیاتون میترسونیم، و اینجا ببینید دارم میبینم لجبازی های شما مواظبش باشین دوستان، دارین خودتون خود تباهی میکنین، خودتون دل خودتون دارین به درد میارین با غمی که دارین برای خودتون. نمیدونم چه مسئله هست باعث ناراحتی یک سریاتون شده دوستان، و خود تباهی میکنین، خودتون خودزنی دارین میکنین. و اما ببینیم که کارت بعدی از این دست کارت استفاده میکنم. به به دوستان کارت زیبایی خورشید اومد. موفقیت هست، زیبایی هست، سخاوتمندی هست، عشق هست، هر چیزی که هست دوستان شما خود زدی نکن لطفا، خودتو بکش کنار یه مقدار، بسار سرنوشت هر چیزی که هست کارا رو انجام بدن. تو کاری رو که باید مسئولانه داری انجام میدی، پس دیگه چرا دارم میبینم که خودتون رو خودزنی دارین میکنین در مورد اون مسئله‌ای که شما دارین براش خودزنی میکنین، خود تباهی میکنین و خودتون رو عذاب میدین در اون مورد. عزیزان من برای شما اینجا یک مسئله بسیار خوب و روشن دارم میبینم، یک موفقیت دارم میبینم. خب ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه، ببینیم کارت بعدی بهتون چی میگه. تصور سازی. بله یه مقدار من احساس میکنم در سر خودتون خیلی سیر و سیاحت میکنین، و اینایی که در سر خودتون سیر و سیاحت میکنین دوستان و خود تباهی میکنین، بدونین که میگه که یه کادو داره به سمتتون میاد، مثل دقیقا کارت خورشید هم که اینجا افتاده بود واسه شما. خب دوستان ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. من از کارت هایی بگو که دوستم داری استفاده میکنم، ببینیم این کارت ها. این کارت ها برای شما چند مرده حلاج. خب اولین کارتی که براتون افتاد کارت حرف از سپاسگزاری میزنه، حرف از رحمت میزنه، و حرف از برداشت محصولات و دسترنج خودتون هست. پس دارین به نتایج میرسین. خب به نتایج بسیار خوبی دارین میرسین. و اینجا در کارت بعدی که حرف از تعادل در اخلاق، در غذا،
و در خیلی چیزها هستش. من این کارتون میبینم خندم میگیره، برای که نمیشه روش تعادل در غذا، در رفتار. خب بله دوستان عزیز، حالا من نمیدونم در رفتار غذایتون هر چیزی که هستش عزیزان، دارم میبینم یک مسئله داره متعادل میشه، حالا در رفتارتون هست، در اخلاقتون هست، در غذاتون هستش، در زندگیتون هست، یک چیز بسیار خوب و متعادلی داره به سمتتون میاد. در ارتباط با کارت چالش شما این هستش که تقاضای کمک کنین، اونجایی که احساس میکنین بتونین تقاضای کمک کنین. در مورد دو تا کارت اینجا توصیه برای شما افتاد، دو تا کارت توصیه، یکی هستش یکی که بخشنده باشین دوستان، و اینکه کاری رو انجام میدین با دل جون انجامش بدین. خب ببینیم کارت های بعدی رو دوستان عزیز، ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. من از دست کارت های باز هم چه بهتون میگم، من این کارت ها رو خیلی دوست دارم و ببینیم اینا بهتون چی میگن. اولین کارتی که اینجا افتاده کارت کسی هستش که خودش رو رها میکنه. من آنچه را که بر خیلی بهشم دلبستگی دارم رهاش میکنم، میذارم یه پشت پا میذارم بهش و میرم، چون میدونم که برای من خوب نیست و برای من سمی هستش و میرم به سمت نور دارم میرم. این کارت همیشه در ارتباط با جدایی ها حرف میزنه دوستان، همیشه نه، در ارتباط روابط سرد حرف میزنه، در ارتباط با جدایی ها حرف میزنه، جدایی که در اون دارم میبینم که یکی از طرفین فکر کرده که دیگه نمیتونه تو این رابطه باشه، حالا به هر علتی که باشه جذابیت رابطه هست، ولی من فکر میکنم یعنی اینجا مصلحت در رفتن هستش. کارتی که اینجا افتاد دوستان عزیز کارت برعکسی افتاد، وقتی که با همدیگه ما کار میکنیم، یک کار گروهی انجام میدیم، وقتی که ما دست همدیگه رو میگیریم و چیز رو میسازیم، وقتی که ما با هم هستیم یک کار گروهی هستش، یعنی اینکه وقتی که این کار درست میفته این ازش که من دارم فکر میکنم برای اینکه شاید بخوام با تو درست بسازم، یا ولی این کارت برعکس افتاد، یعنی اینکه چی دوستان عزیز؟ رفتن، یک جدایی، یک سردی به دلیل دوستان عزیز نداشتن یک نفر نمیخواسته همکاری کنه، یک نفر نمیخواسته باشه دوستان، و همچنین من دارم میبینم که توصیه های خوبی بهش نمیشده در اون کنار، ولی با همه این احوال دارم میبینم که حرف از یک هماهنگی داره میزنه. یعنی دو تا کارتی هستن که دارم میبینم که کارتایی هستن که بیشتر این برعکس افتاد، من سر جاش گذاشتم، یعنی این که دوستان عزیز شد یک سری از مسائل که از گذشته بوده که من بهش این مسائل دارم بهبود پیدا میکنم، دارم به یک هماهنگی میرسن، دارم به یک زیبایی دارن میرسن، و یک جرقه در یکی از طرفین خورده که بخواد این راه شروع بشه. خب ببینیم از کارتای دیگه، برای یک سری دیگه تون دوستان عزیز توجه کنین، اینجا روی خودتون دارین کار میکنین، روی یک زخم احساسی دارین کار میکنین، تلاش میکنین برای که میخوام وارد یک زندگی احساسی بهتری بشم. ببینیم کارتای بعدی، کارت بعدی در ارتباط با مسائل کاریمون حرف از اوکی، بسیار عالی. حرف از رهایی میزنه دوستان، خودتون دارین رها میکنین توی دامنه کاری، میخوام شروع کنم ولی نمیدونم چه کار چجوری شروع کنم، یک سری از مسائل داره جبران میشه، یک سری از مسائل داره تصحیح میشه توی دامنه کاریتون، یک قدرت و یک تسلط دارم میبینم، احتمال یک کسی در کنار شما باشه که کمکتون کنه، خیلی با مهربانانه کمکتون کنه که شما در دامنه کاریتون اوج بگیرید. و ما در دامنه مادیتون دوستان ببینیم حرف از مسائل دارن میزون میشن تو دامنه مادیتون، زندگی مادیتون کلا دستتون هست، مورو از ماس میکشین. و ما ببینیم کارت بعدی دوستان حرف از این هستش که نگاه میکنم با دقت توی زندگی مادیم عمل میکنم.
اوکی اوکی، این هم از این و میریم سراغ کارت های بعدی. و کارت های بعدی دوستان، من دو تا کارت فرشتگان عشق براتون میذارم. میریم توصیه کارت ها بعد اون چه چیزی هست. میگه به خودتون برقصین، برقصین با خودتون برقصین دوستان، به خودتون برسین، در واقع به خودتون برسین که شما با جذابیتی که دارین زندگی، یعنی با شادی زندگی احساسی رو به سمت خودتون میکشین. و میگه زمان اون رسیده که خودتون رو کنار بکشین. دقیقا مثل تشبیه این کارت هستش. برای یک سری دوستان عزیز به اندازه کافی کارگردان و هنرپیشه و همه کاره یک رابطه بودین، الان موقعش رسیده که خودتون رو کنار بکشین، یه مقداری بذارین که اون ببینیم اون طرف چه کار میکنه. خب ببینیم در ارتباط با مسائل کاری شما، در ارتباط با مسائل کاری شما من اینجا دو تا کارت میبینم. یک سریاتون یک کارت دیگه براتون میرسم. اینجا میشه سه تا دارم میبینم که اینجا یه مقداری مایوس هستین دوستان عزیز، یه مقداری میترسین از حالا. با این که دارم میبینم که اینجا کسی هست که داره کمکتون میکنه که یه راه جدید رو شروع کنه و اینکه نمیدونم چه کار کنم که بخوام این راه جدید رو شروع کنم، ولی همین هستش. این مایوس در واقع همون که نمیدونم چجوری چه کار کنم، گم و گیج هستم. و ولی دارم میبینم اون شخصی که اون بالا بود اومد این پایین و داره باهاتون صحبت میکنه و حرفایی رو داره بهتون میزنه که کمکتون میکنه برای اینجور دوره جدیدی که دارین واردش میشین. خب دیگه قرار نشد دست کارت بیفته، ولی خب مثل که دلش میخواد بیفته. والا چی کارش داریم؟ بذاریم تا بیفته. و اما کارت آخر، بله دوستان دارم میرم، انتخاباتی که داریم میکنیم دوستان عزیز توجه کنیم که اطلاعاتی که داریم باعث میشه که یک شانسای بسیار خوب مادی سر راهتون قرار بگیره. برحال دیدم مو رو از ماست میکشه، تصمیم میگیریم بر اساس آنچه که واقعیت داره نه بر اساس آنچه که نیست. و ما ببینیم با همدیگه کارت های بعدی رو. دوستان عزیز من از این کارت ها استفاده میکنم، ببینیم که شما دوست عزیز گل بلبل من در چه حس و حال های تشریف دارین. اولین کارت میگه که من به تو اعتماد دارم، میدرخشم و اینکه احساس خیلی خیلی خوبی رو دارم. و کارت بعدی میگه که من احساس میکنم که تو به من خیانت کردی و من میخوام همون قدری که من زج کشیدم تو هم زج بکشی. و کارت بعدی میگه که من چی کارت بعدی کشیدم، حتما اینکه حکمتی در اون بوده، دوستت دارم برای همیشه عشق من و اینکه من میدونم اون شخصی که باید تو هستی. ببینید دوستان، یک سری از شما هستین که دل شکستایی دارین ولی دارین روش کار میکنین، این خیلی خوب هستش. ببینید من یه نفر تو دلم دارم، دل منش رو شکوند رفت، من باید این دوره نقاهتی رو پشت سر بگذارم. این دوره نقاهت من از 0 تا حالا 100 ممکن استش برسه. هر کسی یک دوره نقاهت داره، یکی گوشتش چه میدونم شیرینه، دیر زخمش جوش میخوره، یکی بابا جون نه خیلی زود تموم میشه میره براش. شما شاید از اون دسته افرادی هستین عزیزان که خیلی سخت زخمتون جوش میخوره، گوشتون شیرینه، بنابراین کاری که دارین میکنین خیلی معقولانه داره رفتار میکنین. من روی اعتماد به نفس خودم کار میکنم، روی خودم کار میکنم، برای که من میدونم دلم شکسته و من یه نفری توی دلم دارم. ماها همیشه بهتون گفتم یاد نگرفتیم که با دردهامون زندگی کنیم، فکر میکنیم فقط باید مثل صحنه عاشورا، مثل روز عاشورا بریزیم و اون وسط رو سینه زنی کنیم و خود زنی کنیم. این در حالی که چی عزیزان؟ در حالی هستش که زندگی اون صحنه جنگ نیست، خب، و روز عاشورا نیست. زندگی عزیزان دل، ما باید یاد بگیریم که با احساسات خودمون کنار بیایم، نه اینکه نیستن، نه اینکه سرکوبشون کنیم، ولی اینکه یک جورایی جمع جورشون کنیم که نشه پاشنه اشیل و اینکه نخواد ما رو داغون کنه. در ارتباط با شخص مورد نظرتون، لولوی شما دوستان میگه من خواب دیشب تو کجا بودی، من خواب تو را دیدم بین همه گل ها، نمیدونم دیگه یادم رفته بقیه‌اش رو، من میخوام از تو حمایت کنم و اینکه من میخوام در آینده با تو باشم. و کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که میگه کاملا جذب تو هستم و من تو رو عالی میبینم.
ببینین کسی هستش که واقعا شاید این روزا خوابتون رو میبینه دوستان، در خوابش حضور دارین و این در خوابش هستش که دارم میبینم خیلی جذب شما شده. این ببینین دمون شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لک لک خورد گه دانه دانه. یک برای یک بار دوستان چشاش باز شده، ولی مثل کسی که تحت هیپنوتیزم قرار داره اینجا. شما رو خیلی عالی و خوب میبینه. کلاتون رو بندازیم بالا، همیشه از این کارتای زیبا نداریم. یک بارم که اومد ما عادت نداریم. حالا خوب نگاش کنیم بعد برم سراغ پیاما. بریم ببینیم کارت بعدی رو دوستان با هم دیگه چه خبره. میگه من عاشق هستم و احساسات من برای تو عمیق هستم و واقعی و من واقعا عاشق تو هستم و نباید تو بهشون شک کنی، ولی اینکه مشکل دارم که احساسات خودم رو در رفتار خودم توضیح بدم، مشخص کنم. یعنی خب اگر تو رفتارت نباشه، تو صحبتت نباشه، خب بنده خدا به درد چی میخوری تو؟ بریم حتما. ننوشته بود وقتی که میخواین وارد رابطه با من بشین لطفا یک فالگیر داشته باشین که ترجمه کنه برای من. خب ببینیم کارت بعدی رو. این کارت برگشتین سر جاش میذارم. میگه که قلب و روح، وقتی که تو یک تصمیم میگیری در نظر بگیر که دلت چی بهت میگه. یه وقتایی روح میتونه تو رو ناامید کنه، پس عشق رو انتخاب کن و نه ترس رو. و اما عزیزان از دست رفتم و ببینیم در چه حال هوایی ما رو به چه حال هوایی ما رو میفرستند. ترس ها همیشه نگهبانایی هستن که باعث میشن که ما امنیتی رو به وجود بیاریم. یه وقتایی مثل سیستم آلارم هستن و مهم هستن، به درد میخورن وقتی که هشداری میدن. تو هیچ دلیلی برای ترسیدن نداری، همه چیز خوبه، همه چیز داره خوب پیش میره. بدون که من دارم از تو محافظت میکنم و این در آرامش هست که تو میتونی همه چیز رو حس کنی. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی آرامش باشه. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار.